متاسفانه هفته گذشته یک عمله تروریستی و همچنان انتحاری زندگی از در شرایط افغانستان که ما زندگی میکنیم هر لحظه مرگ را احساس میکنیم. Because Afghanistan is not a good place, it's not a good country, and I always feel that I'm dying in Afghanistan because it's not a safe place and I'm not safe here. چون کسی که به شهرت میرسه خیلی برش خطرناک است به افغانستان و ما از مرگ هیچ حراس ندارم. ای با دست خداست که من زنده میمونم تا آخر عمرم و تا سن 80 یا 70 50 فامیلیم کس برادرایم به اسم عباس سلام میکنم و مردم افغانستان وقتی بیرون میرم بروسلی افغانستان سلام میکنم وقتی اسم بروسلی سلام میکنم با من احساس خیلی عالی رخ میده الله الرحمن الرحیم عباس علیزاده هستم که لقب بروسلی افغانستان به خود دارم خودم در کابل تولد شدم در خود شهر کابل به دنیا آمدم از دوران کودکی علاقه من در ورزش های رزمی بودم و دوست داشتم که در آینده یک روز یکی از رزمیکارهای دنیا شناخته شم سلام آقا علیکم خیلی بخیر سلام علیکم پس بینید میگیم دو سیدان هم بانجانم پرتون هم قصابه ها میگیرم خواهم عباس به دنیا آمد تقریبا جنگ بود دیگه کاربار نبود فقط مکتب میرفتم میامد وقت پدرم دکان داشت همه شما باش خیر شکر چی میکنم که یک چهار تا تلویزیونتر نداشته باشنی خب مشکل از داد خداست دیگه وقتی ما بود وقتی قدمی بود وقتی نافامی بود ای تو مردم نمیفهمید این داد خدا بود دیگه ما همی نوتار کلان کردیم دیگه عباس آخرین طفل مسته وقتی که خدا بخش پدر زنده بود که یک کجا بود که یک از من یک عسکر چی میدونم یک رینجر میدونم خب به امرای سلا و نفر باز پدرش خدا بخش قبول نکرد گفت نه بازی که باز این خطر زیادتر پیدا میشه گفت من در خدا سپردم باشم خب یکی که عباس بعد از اینکه قبل از اینکه در شهرت برسه دوستا در فیسبوک دوستای مکتب در کوچه همسایه ها حتی قوم خیش
برش میگفت میگفت که تو هم شکل بروسلی هستی. ایج وقت خودش نگفت که من بروسلی هستم. تصمیم به این گرفت که یعنی حالا باید تو بچهره بروسلی افغانستان مشهور شدی، باید تو استایل خدا یا کرکتر خدا یا شخصیت خدا یا ورزش خدا را و روش خدا باید به بروسلی تبدیل کنی. Hello. كيف حالك؟ Good morning. جان زجور بخیر. شکر اینمی در چای صبح نخوریم در خانه. دیگه در جریان چای صبح شوتینگ هم داریم. عباس آمد بر پدرم گفت، گفت پدر، گفت تو مرا با درس و علاقه ندارم، چون مکتب ها درس نیست یا نیست یا چیز، ما ورزش میخوایم، ورزش بکنم و ایره بر ما بر تو قول میتون که یک روز نامت را در جهان بلند کنم. پدرش گفت برو بچیم، در خدا سپردیم، برو این کار خیلی ادامه بدی. البته دعای پدر بود، البته اول خدا بود، دوی پدر که در این مقام رسید. نانچوکو را فیلم سلو موشن میکرد، فیلم های بروسلی را بعد از یه هر حرکت را دوباره خودش تکرار میکرد تا نانچوکو را خودش به شکل حرفه‌ای. When I put CD on DVD and I watched Bruce Lee's movie and I did slow motion every scene of Bruce Lee's movie because Bruce Lee was very fast. I couldn't able to copy right now and after that and then I did slow motion by DVD and then I learned from Bruce Lee Nanchuku some movements, some techniques. حرکات نانچوک زنان بسیار خاطره جالبی دارم. بعد از اینکه ما به فیلم های بروسلی رو تماشا میکردم، چند بار نانچوکو رو به سرم زده بودم و سر ما به نانچوکو تصادف کرده بود که مدت 5 دقیقه ما بیهوش بودم. و این عباس علی که خدا به بروسلی به اصطلاح عرضه کرده و در جهان فعلا به اصطلاح مشهور است، تقلید کفری میکنه، کارهای را در سینماگری ها انجام میده که از نظر اسلام او را تایید نمیکنه. دین مردود است، قبول نیست و اسلام رد میکنه هر آن عملی که از خود پیرو اسلام باشه، که مخالف دین باشه، هم رد است و هر آن کسی که تقلید کفری میکنه که در دین است، هم رد است. هیچ وقت ما را تنها مانده نمیتونیم، به خاطر صد گپ است. منتها یگانه مشکلی که ما فعلا در افغانستان برادرم داود سر دوچار است، ما خودم است، مغزای فامیلیم است، مشکل امنیتی است. دانشگاه باز اینجا میاید دیگه، ما بسیار دیگه در تعدید هستن، گشتن نمیتونه، پول بچه های من البته در تعدید هسته، خیلی که بیرون میبرای بیادرش کچی هسته، اگر نمیباشم با زنگ میزنم کجاست دل من آرام از دیست زیان، یک کلگی تا زیر تعدید هسته، گشتن نمیتونه، چشم کلگی هست، حتی آدم درواز داد کچه که تر میشه بگه این خانهشان، این خانه بروسلیسته. در کلابش که بیرون میریم یا که در سفرها میریم یا دوتا میریم، من میشم روش هستم روش هستم. و زیادتر ما باز زیاد پرسان میکنم. بی کجاست. در فیسبوک هایم پایام میه. تعدید بود. میگفتن که چقدر پیسه آوردین؟ از کجا آوردین؟ در خوبیتان بتین؟ اگر در غیر از او باز گله نکنین؟ چون که اگر برای صبح که از خانه برای ایا زنده پس بیایی، یعنی او در خدا معلوم است. چی تا در خطر نیست. فعلا داره ما کلاب عباس آورده میجا. یعنی چی نیاز بود ما در یک گوشی تاکه و بایی آورگی ما کلاب برای جور. چی سیز تیماتر و سیز بیتر. مجموع. بانکوک. در رک رک عباس، در خون عباس آغشته است. ورزش یک چیزی است که همین ورزش بود که تا فعلا به این سطح رسانده. چون
چون که چهره ما همخوانی داره با بروسلی باید موهای ما همخوانی کنه با چهره بروسلی. بعد از اینکه تشویقات بود، انگیزه بود از طرف دوستان و فامیلا، بعد همین تشویق دوستا و فامیلا بود که برای من انگیزه خاص داد، بعد برای من خیلی جالب تمام شد و همین را انتخاب کردم. آفرین. این جسمم خالی نداره. این باید برعکس باشه. اینجا باید باک کنه، اینجا باید صاف باشه. آفرین. چیزی که ما در عکس ماه دوبار میرم با سلمانی که موی خود جور کنم و هر وقت هم که لباس ضرورت داشته باشم و میرم لباس میگیرم. در بیرون از خانه قدم میزنم، وقتی بیرون میرم خیلی مردم افغانستان به خصوص جوان ها و نوجوان ها خیلی علاقه مندی نشان میدن و عکس میگیرن با من و تشویق و انگیزه میدن برای من و این خیلی جای خوشی و جای افتخار است برای من. همیشه وقتی میبینم جوان ها و نوجوان ها افغانستان خیلی دیدگاه خوبی برای من دارن و همچنان خیلی دوست دارن با من عکس بگیرن. دور بدون آسیب. بدون آسیب. بدون آسیب باشه. از چی رنگ میشه داری؟ از سفید نه. سفید نه. چه سفید؟ البته بروسلی خودش موهای خودش کوتاه میکرد و خیلی متوجه زیبایی خود بروسلی بزرگ خیلی متوجه زیبایی خود بود و همچنان خودش خود بروسلی یک از یک شخصیت عالی برخوردار بود. اینجا و اینجا فرق نداره مصطفی جان؟ کی علیرضا جان یا سهیستا؟ دیتا گوشه رو میگی؟ سلامت باشید. انشاءالله بعد از دو هفته دیگه میبینیم. در خدمتتون هستیم. تشکر. خداحافظتان. رسانه افغانستان همیشه از من حمایت کرده و خواهد کرد و مطمئن هستم چون این رسانه بود که صدای مرا به تمام جهانیان رساند. هدف از اشتراک ما در اوجه ای بود که جوانان پیشرفت کنند و با جوانان انگیزه بتون و تشویقشان کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. وحید الله نوری هستم، یکی از ورشکاره ولایت سرپل. مدت تمرینات خودم دو سال میشه دیگر تا حال مسابقه نکردیم. بار اول خودم است، زحمت کردیم، خدا مهربان است. اشتراک کردن در تلویزیون تریسپوردی بود که جوانایی که مسابقه میتن ما مدال با گردن اونا آویزان کنم و هدف از مدال آویزان کردن با گردن اونا خیلی روحیه میگیرن و انگیزه میگیرن و تشویق میشن از طرف ما و از طرف تلویزیون. Thank you.
هدف ما فقط ورزش. ورزش راه را برای من نشان دادن که من خیلی پیشرفت میکنم و پیشرفت میکنم توسط همین ورزش. توسط همین ورزش من به خیلی به جاهای خوبی رسیدم. عباس مدت 3 سال میشه که پیش ماست. در این 3 سالی که مثال تمرین میکرد پیش از اینکه مشهور شوه در کلاب میامد. از اون وقت میشناس میشه. مدت 3 سال میشه. در پولی که رزمی کار میکنه ما روی فیزیکش کار میکنیم. هم روی فیزیکش هم روی جسم و تمام عضلای بدنش. به نظر شخصی خودم هیچ کس جای بروسلی گرفته نمیتونه. استاد بزرگ بود بروسلی واقعاً یک حسابش جداست. ولی اینکه مثال یک چیزی شده که مثال یک نفر به شبیه بروسلی بر آمده یاد بروسلی زنده میکنه. باعث از این میشه که دوباره بروسلی در عرصه سینما برگرده یا در ورزش. بسیاری خوب است برای رشد ورزش در حساب. خاطر از اینکه از او زمان تالی عباس کل دنیا علی میشناس عباس مشهور شد. او وقت مشهور نبود. بعد از اینکه اتفاق افتاد عباس پیشرفتم کرد. یک انگیزه خاصی برش پیدا شد. چون تنها کسی که بود در فامیلش به نظر من پدرش بود که حمایتش میکرد. بعد از فوتش عباس یک انگیزه خاص برش پیدا شد. پدرم قهرمان خطاب میکردم. پدرم قهرمان زندگی ما بود. پدرم تمام دنیای ما بود. عباس بسیار زیاد داشت. پدرش هم زیاد دوست داشت. یه هم زیاد دوست داشت پدر خود. پدرش خدا ببخشه دیگه. شهر که فوت کرد هیچ از آرام نمیشه دستگیریم. عباس وقتی که مشهور شد یگانه کسی که بعد از خداوند همراه عباس در نگاه ورزش عرصه ورزش کمک کرد یک دوست ما بود یکی از همسایه های ما بود به نام علی حسین. یادم همراه عباس علیزاده همون یک دوست واقعی شد همون یک دفعه ای. اولین شخصی بود که مرا به میرا تشویق کرد و اولین کسی بود که میگفت چهرت خیلی با بروسلی میمونه. سال 2016 در ماه اکتبر بود که من یک سفر خارجی رفته بودم و بعد در ترکیه بودم. در استانبول در ترکیه بودم. ناگهان به گوشی من زنگ آمد برادر علی حسین که زنگ زد که علی حسین دیگه با ما نیست و زنده نیست. و من خیلی قهر شدم بالای برادرش و خیلی حرفای زشت برش گفتم. گفتم تو دروغ میگی. هیچ باورم نمیشه علی حسین که با من نباشه. ناممکن است. اصلا حرف تو را من قبول نمیکنم. این در افغانستان مورد تهدید بود. بعد از این میره ایران. زنگ میزنه بر افغانستان میگه که من همینجا مارم نیستم. و این خبر بسیار تکان دهنده بود که قلب ما شکستان. یو ای کی به خاطر چی شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همیشه هم روی عباس بود. ما خودم جنازه شام روی عباس رفتیم از میدانوی در تیار آوردیم. وقتی علی حسین آورد غسل میدادن من هیچ باور نمیکردم که علی حسین مرده باشه. علی حسین فکر میکردم خواب است. مثل جوان ورمات یک قهرمان بود، یک چمپیون بود، این مدال داشت درشتی بشو.
فلان و تو فاودش چی نیست مشخص نیست که چی رایی کشته شد یا از چی طریق دو شخصی که همیشه برای من خیلی مهم بود و همیشه دوستشان داشتم خواستم که وقتی اینا از دنیا رفتن خواستم اینا مزارشان یک جا باشن که همیشه با زیارت هر دیشان بود مزار علی حسین و مزار پدرجانم تقریبا 10 متر فاصله داره از هم دیگر همیشه و هر هفته که من سر مزار علی حسین میرم برش میگم ای کاش زنده بودی کاش یک بار دیگه هم تو را داغوش میگرفتم و با هم قصه میکردیم و حرفایی که نگفتن حرفایی که نگفتنی داشتم و او حرفا را به امروی درد دل میکردم چون علی حسین یکانه کسی بود که تمام راز و نیاز ما با علی حسین بود بعد از مرگ علی حسین من تصمیم گرفتم که همو آرزوهای علی حسین ما برآورده کنم علی حسین یکی از آرزوهای علی حسینی بود که یک روز قهرمان دنیا شود من میخوام که جایش بگیرم و همیشه قهرمان باشم مرا تقریبا 3 سال میشه که من وشو فایت میکنم تمرین میکنم و یکی از ترنه های برزیلی هست ما باس علی زاده علی حسین همیشه نصیحت میکنم و با اونا یک انگیزه میتونم تشویق میکنم که باید شما آرزوی علی حسین برآورده کنم وقتی همیشه اسدالله جان که میبینم فکر میکنم علی حسین کوچکی های علی حسین است و خوشحال هستم که یک فرزند این سرزمین از بین دود و آتش تانسته که کشور خود را مطرح بسازه در حالی که هنوزم وحشیان بی‌رحم قاتلان قرن که به هیچ چیز رحم نمی کنند هر روز انسان‌های شریف فرزندان، مادران، خواهران ما را از ما می گیرند ولی در گوشه دیگه فرزندان این سرزمین تانستن که خارج از مرزهای افغانستان خوب بدرخشن بیرق افغانستان در اعتزاز در آورن و برای این سرزمین خود افتخار کمایید میخواید قلعه بلند فتح کنه قلعه بلند فتح کنه در جایی برسه که باید جایی که بروسلی نرسیده شاید عباس برسه امکان داره چون هر چی که باشه انسان هر بروسلی هم اگه انسان بود عباس هم اگه انسان است امروز در حضور داشت جامعه وردشی می خواهیم که از آقای حباس تقدیر بکنم و مدال افتخاری جامعه وردشی را به سینه‌اش نصب بکنم. جامعه وردشی به خصوص مردم افغانستان به این چهره ها میبالند و این چهره ها را حمایت میکنند من فکر میکنم که آقای عباس از بین دود و آتش مطرح شده و آقای عباس کسی نیست که دیگه شهرت خود را از کدام کشور دیگه به دست آورده باشه بلکه در بین مخروبه های جنگ آقای عباس نمایشات خود را بر مردم نمایش داد و بالاخره به عنوان بروسلی مشهور شد قبل از اینکه عباس به شهرت برسه قبل از آرزوهایش این بود که من یک روز پرچم افغانستان را به دنیا بلند کنم که نه افغانستان تنها جنگ نیست افغانستان از راه سال افغانستان از راه ورزش میتونه بهترین قهرمانان را داشته باشه
عباس میتونه که مثل بروسلی چینی وری همون افتخاراتی که آورده بود کسب کنه و همیشه تمرین کنه، چون اتفاق نمیکنه او این مسلمان است یا او نبود اتفاق نمیکنه. I want to find my place in future. I want to be Abbas, not Bruce Lee. As I mentioned to you before, no one can be like Bruce Lee, and no one can be like Abbas Alizadeh.